و اما پرزیدنت بایدن روز گذشته دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین گفت اولویت من رساندن کمک مالی به مالیات دهندگان کشور است که بابت همه‌گیری کرونا در تنگنا قرار دارند. پرزیدنت بایدن در راستای اجرای طرح کمک اقتصادی دوران کرونا میزبان مدیران مشاغل بزرگ در کاخ سفید نیز بود. فرهاد پولادی امینک از مقابل کنگره با ما هست. فرهاد، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم. بله، همون گونه که تو دیباچه خبرم گفتی، پیام پرزیدنت بایدن دیروز تو کاخ سفید در دفتر کارش که همراهی میکرد او را خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهور و همچنین خانم جنت یلن وزیر خزانه داری و رئیس اتاق بازرگانی آمریکا هم حضور داشت، میزبان مدیران عامل شرکت‌های بزرگی مانند والمارت و لوز بودش که و همچنین رئیس بزرگترین بانک آمریکا جی پی مورگن چیس. در این ایشون بار دیگر اصرار داشتن که مصوبه‌ای که به کنگره دادن، یعنی تصویب بودجه کمکی 1900 میلیارد دلاری، هر چه زودتر تصویب بشه و بتونن که هم کمک مالی مستقیم رو به مردم داشته باشن، هم افزایش واکسیناسیون. و عملا این صحبت اصرارشون در پاسخ به سوالی بودش که واکنش ازشون خواسته بودن نسبت به اون برنامه استیضاح و روند استیضاحی که در مجلس سنا در جریانه. توجه کنید، من پیشتر گفتم من وظیفه‌ای دارم. وظیفه من این است که مردم شاغل و سالم باشند. ما تا همین الان 450 هزار تن را از دست داده ایم و اگر قاطعانه و سریع واکنش نداشته باشیم تعداد بیشتری را از دست خواهیم داد. همانطور که گفتم بسیاری از مردم از جمله کودکان گرسنه سر بر بالین می‌گذارند. بسیاری از خانواده‌ها از عدم امنیت غذایی رنج می‌برند. مجلس سنا وظیفه‌اش را شروع کرده است و من مطمئنم که درست اقدام خواهند کرد و دیگر مطلبی درباره استیضاح ندارم. یکی از محورهای عمده کنفرانس خبری روزانه سخنگوی کاخ سفید خانم جن ساکی هم همین مسئله واکنش کاخ سفید به استیضاح بود که خانم ساکی بار دیگر تاکید کردش که دولت پرزیدنت بایدن به دنبال تصویب مصوبه کمک مالی هستش که دو محور اصلی داره، یکی کمک مالی مستقیم به دست مردم و یکی دیگه افزایش واکسیناسیون در سطح کشور.